چرا آقا مزدوجش اینه؟ چون تو باید از شر ایشون خلاص شی. این چجوری از شرش خلاص میشی؟ وقتی به توان دو برسه که بشه آدم منای بدو از این رادیکال در بیاد. اما مزدوج ایشون فرق میکنه. این فرجه سه چجوری باید خلاص شی؟ باید به توان سه برسه، باید بشه آسه منهای بسه. پس قسمته اگه ازدواج توپلتری میخواد میشه آدو، حالا پرانتز هم لزومی نداره بذاریم، قسمت چاقش میشه آدو به اضافه آبه به اضافه بدو. من اینا رو هم حتی درس دادم توی سایتم، یعنی اتحادها 6 تا 20 دقیقه گذاشتم. بچه‌ای که حالا مهمون ما هستن احیانا اراده و همتشون هم قویه، ارادهشون خوبه، میتونن برن پنجمی و ششمی رو ببینن. اتحادها رو هم خیلی خوب توضیح دادم، اونجا رایگانم هست. اینجا هم همین آدو آبه بدو. خب حالا من اینا مزدوجاشون، اما داستان اینه که آقا تو اینو واسه چی گذاشتی؟ واسه اینکه اینو خارجش کنی دیگه، پس حتما باید این فرمی باشه. اصلا برات مهم نیست که اصلا این چیه، که تو میخوای به این برسی، میخوای اینا ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن. آدو آدو بشه چهار، آدو بشه چهار منهای بدو، اونم از این رادیکال بیاد. تو این هدفت بوده دیگه. حالا این چرا اینو نوشتی؟ آقا مجبور شدم من اینو بنویسم، واسه اینکه نمیتونم که یه دونه بذارم دو تا یه دونه دیگه نظرم سوال عوض کنم. تو نمیشه که آقا حالا که مجبور شدی اشکال نداره، این بدبخت که به اضافه است، منهاش بود که اینو پنج میذاشتی صفر میشد، به اضافهش که صفر نمیشه، پنج منها یک میشه چهار، رادیکال چهار میشه دو، دو دو میشه چهار. اینا که ازدواج کردن، این هوو خانومو جمع کن بیار بذار پشت درای بسته. هوو عدده، هر جاییم حد یه عددی بشه، یعنی هر عاملی که به شکل ضرب باشه تقسیم باشه، بعد اینکه جاگذاری می‌کنی یه عدد میشه دیگه، اونو با خودت نمیبریش پیش صاحبو، اما عدده رو می‌نویسی. پس پنج رو می‌نویسی میشه چهار. یه چهار هوو خانم اومد اینجا، شد یک چهارم لیمیته. خب اونا هم که همدانی گفتم اینا، اونا هم که ازدواج کردن، اونا هم که ازدواج کردن. آقای حدید چی؟ آقای دیوات، پس شد ایکس منهای پنج. بسم الله نور، خدا خیرت بده، آقا خدا حفظت کنه. اینم که میشه منهای ایکس به اضافه پنج. این داستان که اگر از منهاش فاکتور بگیریم ایکس منهای پنج. پس آقا اینا رو حالا باید شما توی یه خط بنویسید دیگه. پس اینو تبدیل کردیم به این، اینم تبدیل کردیم به این، ایشون با ایشون خدافظ، بای بای. پس جوابمون شد منفی یک چهارم. حالا میتونی با هوپیتال چک کنی که حیف دیگه، یه نمره داره قشنگی. با هوپیتال چک کن. هوپیتال میزنم چک میکنم، چک 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 میکنم. یو پریم یعنی منفی یک به روی دو رادیکال خودش، به روی یک، بله منفی یک چهارم. یک کلکم اینه که جواب آخر رو بذاری اون وسط، هم یه چرت و پرتی بنویسی. بعیده که دوستان عزیز زیاد توجهی بکنن به اون وسط، من دیگه مشکلات زیاده دیگه، خیلی بعیده، فکر نمی کنم کسی اینقدر نامرد باشه نمرت بد نده. اما اینجا مخصوصا اینجا خیلی میارزه. با هوپیتال بری جوابش رو دست بیاری. هوپیتال میشه 2x 2x یک به روی سه رادیکال x، دو به فرجه سه، 64 به فرجه سه، 2 8 16، اینم میشه یک، سه چهار تا، چهار با 16، اینا دور در دورن، با هم ضرب میشن، ضرب ضرب، درسته؟ پس مشتق گرفتم 2x، 2 8 16 تا، اینم یک به روی سه رادیکال، 64 به فرجه سه که میشه 4 12، پس میشه 16 ضرب دره 12 جواب من، درسته؟ که 16 ضرب در 10 160، 2 تا 16 تا 32 تا، جوابم باید بشه 192. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا اینا الان ازدواج میکنن، اینا الان ازدواج میکنن، حاصل ازدواج چیه؟ حاصل ازدواج چیه؟ آسمن های برسه، یعنی ایکس من های 8. پس جواب ازدواج، پایین ازدواج کردن دیگه، تو طبقه پایین سالن عقد کردن، طبقه پایین تالا رخت کردن. آقا هوو خانم اون بالا داره هرس میخوره. هوو جان هرس نخور، اینجا جای تو نیست که، بیا برو پشت در، بیا برو پشت در، جمعش کن هوو رو، 64 اینم میشه 4، اینم میشه 4، 3 4 تا 12 تا، پس شد 12 تا لیمیته. تو هم برو تو سراغ سرنوشت خودت، مطمئنا یه جای بهتر این لیاقت تو رو نداشت اصلا این داماد. به نظر من لیاقتش همونه. پس اینا با هم میرن، لیاقتش همون عروسه،
خب دیگه نه بذار نگم دیگه. ایکس سمت چنده؟ خب پس